السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. ربي أنزلنا منزلا مباركا خير منزل المشرفين. شفنا لما تحب وتعظى. وارحم آخرتنا خير من الأولى. Reis olmuş. Reis olmuş. Çiğ üstten. Ne tür? Ne tür? Ne tür? Ne tür? Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آيات كريمة است خداي تعالى جل ثناؤه ميفرمايان خطاب به بنده‌ها کرده كي اي بندگان من اعتصام كنيد بحبل الله حبل الله که قرآن کریم است دین الهی است اونا یک جای محکم بگیرید و ولا تفرقو تفرق و پریشانی نکنید یعنی اصلی همه سیک خداوند امر که است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد و نصیحت کردن همه همین است که همه یک جای باشن و اتفاق داشته باشن اتحاد دوستی داشته باشن از تفرق و پریشانی نهی کردن البته معلوم است که اصل تفرق یک اختلافی در رأی است اختلافی در مسائل دینی است برای همین چیزی که جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر میکردن و نصحت میکردن همه بنا بر همین بود که تفرق و اختلاف نشود علیکم بسنتی و سنت الخلفای راشدین مهدیین من بعدی و عضوا علیها بالنواجذ تاکید کردن برای همین است معلوم است که در عصرهای اخیر بعض اختلافات ها پیدا شد اختلاف پیدایشش از بعضی مسائل محدثه روی زد البته این امری هست که همه را به تشویش می آورد برای همین جناب رئیس
چند وقت او را تأکید کردند که یک آماده همراه برادرها نگفت او کنین بعضی مسائل را نشاید که سبب اتفاق و دوستی و یک جای گیب شد. این معلوم است که سنت عبارت از پیروی کردن حق است، بدعت عبارت از زمین اختلاف و تفریقه است. سنت همه بیان در احادیث کرام آمده است، بدعت همه گفته بزرگان در بیانش آمده است. نفس سیه که از بزرگان آمدگی است همه پیروی کنیم، اگر انشاءالله که همه برای سنت می باشیم و از بدعت و اهوا دور می باشیم. نبار امین یا چند مسئله نبایان کنیم و پس دعا کنیم خداوند رشد صلاح و اتفاق و دوستی برای همه پیدا کند. البته این حدیث شریف برای هم معلوم است که جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفتند من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. در روایت دیگر گفته است که من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. باز حدیث دیگر آمده است که من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطا. یه مضمون همه احادیث یک است. مقصد همین است که کسی قرآن کریم را برای به فکر خود تفسیر کردن یا که در معانی قرآن چیزی گفتن برای خود حق ندارد. یعنی هر چیزی که باشد در تفسیر آیات کریمه روایتی محدثین، روایت مشتهدین، چیزی که عظمای دین روایت کرده آمدن در تفسیر آیات همونه بگید. البته تفسیر، ما تفسیر این نیست که نه مضمون آیات را، آیات کریمه را ترجمه کردن، از لغت به لغت ترجمه کردن، این ترجمه کردن مراد نیست. تفسیر مراد همین است که بیان احکام. مثلا یک حکمی را در نظر می داریم و یک آیت را می خونیم، آیت را می گیم که این حکم همین است. سوال به طرز مثال بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. همین آیات را بخونیم و بگوییم که وسیلت رسن درست نیست و تفسیری برر این همین است بارد. وسیلت جستن در مضمون آیات، در ظاهر آیات یکان اشارات یا که دلالت نیست. نپس اگر مقصد دانستن وسیلت باشد باید که احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفته ایم شهیدین عظام، روایت بزرگان چگونه آمده است همون را باید نظر کنیم. این آیات کریمه هیچ گونه دلالت ندارد، اما قدر دلالت دارد که به طرز دعا، تضرع و زاری به درگاه پروردگار میگویم که خدایا ما خواست تو را بندگی میکنیم و
خواست از تو استعانت بجویم. یعنی بندگی چگونه است؟ استعانت جستن چگونه است؟ او همه از احادیث پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلوم میشه. پس سه که بزرگان معین کردن معنی عبادت چیست؟ معنی استعانت چیست؟ کدام عمل عبادت است؟ کدام گفتار استعانت است؟ کدام یو جایز است؟ کدام ناجایز است؟ حدیث های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را نظر کنیم همه از رو معلوم میشه. برای خود یا که برای دیگرها به هوای نفس، به هوای بدن قطعی گفتن و حکم کردن بسیار از راه دور میافتیم. یا به طرز مثال همچنین یا گفتگو، البته این معلوم است که جای این کار نیست که همه خیلی گفتگوها هست در بین. پس باید که از این گفتگوها حذر کنیم، احتیاط کنیم. حدیث دیگر اندار گفتن جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدود وحد حدودا فلا تعتدوا عنها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. مضمون حديث الشريف البته برای همه معلوم است و برای صاحب ترجمه کنیم. حديث الشريف که خدای تعالی جل ثناؤه برای شما فرض گرداندن فرایضی، چند عملی را فرض گرداندن، پس فرایض الهی را ضایع نگردانید. ضایع نگرداندن مراد ترک کردن نیست، مراد همین است که آداب و اخلاق و سننهای را ترک نکنید، رعایت کنید. مراد اینه ترک نیست. و حرم حرمات، خداوند برای شما چند امر را حرام گردانده است. حرام کرده او را انتفاق نکنید، یعنی او را به حرمتی نکنید، او را حرام را حرام بدونید، از او پرهیز کنید. و حد حدودا، برای شما حد معین کرده است. فلا تعتدوا عنها، از حدود الهی تعدی نکنید. و سکرت ها نشیا من غیر نسیانیم، یعنی خدای تعالی سکوت که هست از چند شیه، از چند شیه سکوت که هست، یعنی او را چیزی حکم نگفت هست، او را حرام یا حلال یا فرض یا واجب نگفت هست. لیکن این نگفتن از روی نسیان نیست، خیلی که فراموش کرده باشد او را، از روی فراموش کردن نیست، بلکه از روی رحمت هست برای بندگان. فلا تبحثوا عنها، پس بحث نکنید از اون. در شرح حوادث میگهد که وسط امین است که کس از پیش خود حکم ایجاد کردن، یعنی تشریع نو کردن، مثل که عملی واجب یا سنت یا مصحب گفته در شرح آمدگی نیست، یا که حرام یا مکروه گفتگی نیست، از او بحث کردن و ایجاد کردن و برای حکم آوردن مراد همین است. یعنی که کسی یک حکم ایجاد میکنه، سیر مکروه میگرد، سیر ناجایز میگرد، و حالا که او در احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدگی نیست، در نگاه حکم آمدگی نیست، از پیش خود میگرد، گویا که او گمان دارد که خداوند را فراموش کرده باشد و برای ما بایان نکرده باشد. برای همین
هم اینا گفتن که اصل اگر نظر کنیم بیداد همین است که از پیش خود حکم ایجاد کردن هر کس حکمی که میگید او را استناد به حدیث شریف یا که به استنباط مجتهدین تکیه داده او را بیان کند حکم کند از پیش خود برای خود و فکری حکم نکند مثال برای مثال بگیم حاضره بسیار گفتگو بالای زیارت قبور میاد زیارت قبور بعضی شرک بعضی بدعت بعضی دیگر حکم ها میکنند انا برای این باید که ما نظر کنیم که زیارت قبور در یگان حدیث شریف ذکر میشود که زیارت نکنید یا که زیارت نخوب است البته برای علما معلوم است که یگان حدیث شریف همین خیلی آمادگی نیست بلکه چیزی که آمادگی است همین حدیث شریف است که جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفتند زور القبور فانها تذکرکم الاخره و ترخی فی القلب و تزاهد فی الدنیا یعنی زیارت قبور کنید که زیارت قبور آخرت را در یاد شما میارد دلها را نرم میگرداند در دنیا شما را زاهد و بی‌رغبت میگرداند یعنی تأکید به زیارت قبور میکند البته بسیاری مسائل که گفتگوهایی که حاضر در بین گیا پیدا شده است بالای او دیدار رفته ساده است همه بسیارتر برای همین است برای همین علما فضلا باید که کتاب های اصل داشته باشند کتاب های اصل نظر کنند کتاب ها چه حکم میگن چی امر جایز میگن چی امر ناجایز میگن همون عمل کنن همه با یک فکر با یک اندیشه بیان انشاءالله که این خلافات همه دور میشن مشکات شریف داره؟ عبدالسلام اینجا بیام همون عبارتی در باره بیدات عصری اول عصر اخیر امرا بخون بسم الله الرحمن الرحیم فإن قلت إذا اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر محدث فالأولوية الأخذ به ظاهر وأما إذا اختلفوا فيه فماذا يفعل قلت يتخير فيه الآخذ بأيهم اهتدى كما نص عليه أصوليون في كتبهم وأما الحادث في زمان التابعين وتبعهم فالتفصيل فيه هو التفصيل المذكور سابقا
فإن كان المحدث في أزمنتهم قد وقع النكير منهم عليه كان بدعة وإلا فليس ببدعة. وأما الحادث بعد الأزمنة الثلاثة فيعرض على أدلة الشرع، فإن وجد نظيره في العهود الثلاثة أو دخل في قاعدة من قواعد الشرع لم يكن بدعة، لأنه عبارة عما لا يوجد في القرون الثلاثة وليس له أصل من أصول الشرع. وإن أطلقت عليه البدعة قيدته بالحسنة. وسيدنا مولانا حضرته دعاء وزيارة قبور الأخوة.